یکی از تفاوت‌های آشکارش شعارهاش هستش کافیه فقط به شعارها گوش کنیم که بفهمیم که تفاوت‌هاش چی بودش زمان 18 تیر یه شعار قالب آزادی اندیشه همیشه همیشه بودش الان اون شعارها رو مقایسه کنیم با شعارهایی که در جنبش محسا داده شد چقدر براندازانه یعنی از یه مدتی دیگه مردم عبور کردن از حکومت از اونجایی که اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا دیگه اونجا خطکشی شد اونجا دیگه مردم عبور کردن و اعتراضات یک شکل دیگه ای گرفتش وقتی که شعار رضا شاه روحت شاد داده شد یعنی اینکه مردم دیگه داشتن از این سیستم عبور میکردن و میخواستن اون مدرنیزمی که پهلوی اون آبادانی که حکومت پهلوی انجام داده بود اون به یادشون بود و اون رو طلب میکردن در شعرهای هیجده تیر نمیدم دیگه بیشتر یادت میاد اردشه یا نه ولی هنوز از اصلاحات هنوز از خاتمی حمایت میکردن و خیلی جلوتر رفتیم از اون هیجده تیر به نظر من یکی از دلالش این بود که توی متاسفانه یه تشتتی بود در صفوف دانشجویی از یه طرفی خب جریان های دانشجویی بودن که وابسته به خود رژیم بودن یا اینکه در چارچوب جپ دوم خرداد فعالیت میکردن خب طبیعتا اون دست از دانشجویانی که در اون چارچوب فعالیت میکردن که در تحلیل تو میگنجه ام. خب طبیعتا نمیخواستن رژیم عوض بشه یا تغییرات بنیانی این اتفاق بیفته میخواستن یک سری آزادی ها در جامعه برقرار باشه و اصلاح طلب ها هم سر جای خودشون در قدرت باشن از طرفی هم خود اصلاح طلب در واقع سعی میکردن این سیاست رو حفظ بکنن که از دانشجویان از جنبش دانشجوی به عنوان پایگاه اجتماعی سیاسی در دانشگاه ها استفاده بکنن که در واقع بتونن از پایین به رژیم فشار بیارن و در بالا بتونن چانه زنی بکنن سیاستی که سعی رجاریان اصلاح طلبای امنیتی همواره مطرح میکردن که تا بتونن در واقع در قدرت همیشه حضور داشته باشن اما ماها که تو بخش دانشجویان رادیکال بودیم این تصور رو نداشتیم ما میگفتیم که باید سکولار دموکراسی در جامعه حاکم باشه و در راسته همون شعاری که تو گفتی شعار ما این بود که آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه یعنی <laughs> این اتفاقا اون شبای یا صبحی که رفتیم اونجا تو تجمعی مختلف در کوی دانشگاه شعار اساسی ما این بود آزادی اندیشه با ریش و یعنی کل رژیم اینجا هدف قرار گرفته بود امیر <تصفح> و, و خب البته منظورم اون نمادهای مذهبی و اقتدارگرایانه هست که بالاخره تعریف خودش رو داره و یه مسئله دیگر هم این هستش که خب متاسفانه در اون دوره همونطور که گفتی مردم هنوز فکر میکردن در چارچوب مردم حالا فعلا بحث دانشجویان نیست که شاید در چارچوب جپی دوی خورداد بشه در جامعه اصلاحات رو برقرار کرد و یه امیدی به هنوز خاتمی داشتن ما جپی دانشجوی رادیکال این امید رو نداشت و یه نکته دیگر که بدید؟ ما در اقلیت بودیم ولی خب به هر جنبش دانشجویی فعالی بود که متاسفانه خیلی مورد استقبال قرار نگرفت و یه نکته پایانی هم به بحثم دوست دارم اینجا اشاره بکنم اینه که اون موقع بیشتر این جریانات بودن که حرکت ها رو هدایت می‌کردن و این جریانات وقتی سرکوب می‌شدن جنبش هم متوقف شد من با حرف های پوتکین عزیز موافقم که در واقع بحث سر اکثریت و حمایت پارت بزرگ مردمه که چندی ای دارن یه پارت از جامعه میتونه به شکل آوانگارد اندیشه ای داشته باشه چقدر چند درصد در جامعه میتونه همراهش باشه جامعه ای که نقش تعیین میکنه که چه بر سر سرنوشت امروز و فرداش میخواد بیاره ما مثلا همین بحث سکولاریسم ما از ابتدای انقلاب مشروطه داریم ولی جامعه چقدر همراهی در مجلس اول مشروطه میبینیم که به راحتی میان قوانین مشروطه میخواد پیاده بشه ولی میاد میذارن که فقط باید مسلمون باشی تا بتونی وارد مجلس بشی اینو جزء قوانین در واقع مشروطه در مجلس اول تا روحانی باید تصویب کنن ول... هر و اصلا خب سکولاریسم نیستش در حالی که جا... یه بخش به دنبالشه ولی این بخش در اقلیت کمه و جامعه هم همراهیش نمیکنه در اون دوره و این به مرور اگه به شکل یه قیف به شکل فاینال فانل بخوایم نگاه کنیم به این همراهی جامعه تو این مپ هست میبینیم هی داره میاد جلوتر در سال 78 درست باز این بخش رو میشه گفت بخش بزرگتری شده از اون گذشته ولی هنوز محدود پارت عظیمی از بچه های سال 78 شاید خودتون نبودی ولی پارت بزرگتر هنوز امید به اصلاحات داشت این در سال ۸ به پایان نرسید ما در سال ۸۸ می‌بینیم من خودم کس جزو کسایی بودم که صبحها در خیابون آزادی بودم شبها توی محله مبارزه می‌کردم سال 88 جنبش سبز در جنبش سبز من جزو کسایی بودم با همون عقیده تو در سال هفت۸ من در سال ۸۸ این عقیده رو داشتم که باید این جنبش نره به سمت اصلاحات بره به سمت سرنگونی ولی پارت بزرگ همراه نبود و من بعد این رو درک میکردم این پارت بزرگ همراه نیستش در اون مبارزه و در واقع اصلاحات میشه گفت حتی تا دوران روحانی ادامه پیدا کرده و امروزه که دیگه دانشجو از سال هفتادش میرسه به دانشجو امروز که میگه نه